سلام، من حسنا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز با هم اینجا هستیم و میخوایم اولین ویدیو رو با هم دیگه ضبط کنیم که قبل از اینکه وارد یه رقص بشیم باید چه تمرین ها و چه حرکات کششی رو انجام بدیم. خب حرکت معروف که همتون میدونین این هستش، دستاتون رو بکشین به سمت بالا، کاملا کشش. خب چندین دقیقه، حالا ما میخوایم تقریبا حدود 10 دقیقه با هم دیگه تمرین کنیم و بعد از این هر جلسه قبل از اینکه رقص انجام بدین حتما بیاین این ویدیو وارم اپ من رو ببینین و بعد برین سراغ تمرینای رقص. خودتون بشمارین، من به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه میخوام که خیلی سریع انجامش بدم که به شما نشون بدم که به چه شکلی هستش. به خاطر اینکه بدنتون نگیره حتما این حرکات کششی رو انجام بدیم. حالا اگه بدنتون انعطاف نداره و نمیتونین حرکت رو برین، اشکال نداره، سعی کنین همون دستتون رو رو به عقب اینجوری ضربه بزنین به سمت عقب. حرکات پا که از همش مهمتره، سعی کنید تعادلتون رو تا جایی که میتونین حفظ کنین. مثلا به یه جایی خیره بشین، به یه چیزی فکر کنین، تمرکزتون رو بالا ببرین که بتونین حرکات بدون اینکه بلرزین و اینجوری بشین انجام بدین. این حرکت یه پاتون رو بیارین جلو، پای عقبی صاف و همینطور سمت بعد. این حرکات برای همه و مخصوصا کسایی که نمیخوان بدنشون آسیب ببینه خیلی مناسبه، چون ممکنه وقتی که تمرین نکردین مدت طولانیه بخواین یه حرکتی رو انجام بدین، خدای نکرده زانوتون، مچتون یا گردنتون بگیره. پس حالا بریم سراغ حرکات گردن. بعد این حرکت، حرکت صلیبی. بعد این. حالا میتونید سرشونه هاتون رو هم اینجوری به سمت عقب و بعدش به سمت جلو 10 حرکت انجام بدید. اگه چوبی چیزی دارین توی خونتون حتما اینو تهیه کنین برای سرشونتون و این حرکت رو باهاش انجام بدین که خیلی برای بدن، پهلو و شکم هم مفیده و همین که این قسمتاتون رو نرم میکنه. یه سری افراد هستن، خانمایی هستن که این قسمتاشون خیلی اضافه وزن داره و اینکه حرکات براشون دشوارتره، مثلا این قسمتاشون، این قسمتاشون. این حرکت اگه روزانه بتونن برن و طولانی آروم آروم، خیلی خیلی حرکت مناسبی هستش. حتی میتونین پاهاتون هم به صورت زبدری بذارین اینجوری، تأثیرش بیشتره. و بعد میتونین اینجوری این حرکت رو برین. حالا اگه چوبی چیزی باشه دستتون اینجوری بندازین روش خیلی بهتر، به سمت چپ، بعد به سمت راست. حرکت بعدی که هست این حرکت، و بعد سمت چپ. شاید بگین خب این برای چه چیزی مناسبه؟ خیلی از وقتها، خیلی از رقصهای همچین حرکاتی توشون هست و مخصوصا به اینجا خیلی فشار میاره. این خیلی خوبه هم برای وزنتون، تناسب اندام، هم برای شروع تمرینا. من رقصهایی که میخوام آموزش بدم رقصهای متفاوتی هستش، یعنی فقط رقص مهمونی و رقص عربی قرار نیست توی این کانال ببینی، بلکه کلی دنس های متفاوت، دنس مدرن و دنسی که میتونین حرکاتی رو نمایش بدین به حالت تئاتر و موزیکال، میخوام اینا رو همه رو بهتون یاد بدم. پس بهتره که اگه میخواین با من بیاین جلو، این حرکات رو از همین پایه شروع کنیم. حرکت بعدی، زانواتون رو به سمت بیرون، از داخل به سمت بیرون و بعد پای بعدی. بشمارین خودتون، 10 تا حرکت کافی، چون نمیخواین که خیلی خسته بشین، فقط میخواین که بدنتون سریعتر به اون نرمی برسه.
این حرکت هم خیلی مفیده. سعی کنین پاهاتون زانواتون رو خم نکنی و دستاتون به زمین برسه تا هر جایی که میتونین خودتون رو کش بیارید. و بعدش به سمت عقب. اگه نمیتونی تا همین حد هم کافیه، همینقدر. حرکت بعدی مچ هستش. مچاتون رو به سمت بیرون و بعد به سمت داخل به صورت دورانی حرکت بده و پاهاتون رو به این صورت و پای بعدی. حالا من میارم بالا که شما بتونید توی دوربین ببینید و بعد از بیرون به داخل. الان بدنتون برای شروع به تمرین رقص تقریبا آماده هستش، پس با هم دیگه بریم سراغ رقص‌ها.